رها کردن آسان نیست. ام سوسا مترجم سونیا سینگ بازآفرینی خودتان شما قلبی از طلا دارید. حاضرید همه چیز را برای خوشحالی دیگران فدا کنید بدون اینکه از آنها انتظاری داشته باشید. آنان که به شما آسیب زدن لیاقت مهربانی شما را ندارند ولی شما همیشه آماده کمک به آنها هستید صرف نظر از اینکه چه کاری در حقتان کردند، همین باعث شده است که شما فردی خاص و منحصر به فرد باشید. بعد از جدایی اکثر مردم خودشان را گم می کنند چون مدام به این فکر می کنند که اگر چی کار می کردن یا چه حرفی می زدن ممکن بود اوضاع به نفعشان تمام شود. به همین دلیل اغلب خود و نیازهایشان را فراموش می کنن. فهمیدم که برای فراموش کردن و رها شدن خیلی راحت تر است که خودتان را از اول بازآفرینی کنید. من احساس می کردم لازم است که خود قدیمیم را رها کنم و از خودم یک انسان جدید بسازم. در اینجا چند روش را بیان می کنم که ممکن است به شما برای خلق دوباره خودتان کمک کنند. موهایتان را تغییر دهید. این روش مورد علاقه من است. چون ایجاد یک تغییر بزرگ در موهایتان شما را قوی تر می کند. چه موهایتان را کاملا کوتاه کنید، چه رنگ کنید و چه مدل خاصی به آن بدهید، اعتماد به نفستان را افزایش می دهد و در این حال باعث می شود احساس تازگی کنید. گاهی عوض کردن رنگ موهایتان از تیره به بلند باعث می شود درکتان از خودتان تغییرات عمده ای کند یا اگر به موهای بلندتان یک مدل لایه لایه کوتاه بدهید باعث می شود حس کنید جذابتر و دلنشین تر هستید. صرف نظر از اینکه چه کاری با موهایتان می کنید یک تغییر در موهایتان باعث می شود دیدتان نسبت به خودتان عوض شود. مدل اتاقهای خانهتان را عوض کنید. هیچ چیز بدتر از این نیست جایی زندگی کنید که زمانی با همسرتان آنجا زندگی می کرده اید. گاهی اوقات تنها عوض کردن مبلمان می تواند محیط را عوض کند و حتی باعث شود شما هم نظرتان را در مورد شرایط قبلی عوض کنید. بعضی از مردم ترجیح می دهند وسایل و مبلمان قدیمیشان را دور بیاندازند یا حتی بفروشند و بعد مبلمان جدید بخرند تا دیگر به عشق سابقشان فکر نکنند. بعضی از دوستانم حتی تخت دو نفره خود و همسرشان را هم فروختند چون خوابیدن در همان تخت قدیمی باعث می شد دچار استراب شوند. پس اگر آنقدر پول دارید که همه چیز را عوض کنید معطل نکنید. تغییر دکوراسیون و عوض کردن جای وسایل شاید مثل یک مراقبه جدید باشد و تأثیر خوبی ایجاد کند. لباس های جدید بخرید. تا یه سالها متوجه شدم که خریدن لباس های جدید یک جور درمان برای آسیب ناشی از جدایی است. شاید لباسهایی که عادت داشتید بپوشید یک مدل قدیمی و منسوخ باشند. عوض کردن این لباس ها شاید روحیه تان را بالاتر ببرد و در عین حال کمک کند اعتماد به نفس بیشتری به دست بیاورید. همچنین کمک می کند درک بهتر و شناخت بیشتری از شخصیتتان داشته باشید. گوش کردن به آهنگ های قدیمی را متوقف کنید. یکی از کارهایی که موقع جدایی انجام می دهیم گوش کردن به همان آهنگ های احساسی است که ما را به یاد نامزد یا همسر سابقمان می اندازد. با اینکه این کار هیچ اشکالی ندارد ولی وقتی به سختی تلاش می کنید او را فراموش کنید شاید این کار اثر معکوس داشته باشد. خودم هم بارها به آهنگ های مورد علاقه خودم و آدم گوش می کردم. یک آهنگ ویژم از جی هالیدی به نام مال توست بود که همیشه با شنیدنش لبخند بر روی لبهایم می آمد. و بعد از جداییمان هر بار که به آن آهنگ گوش می کردم عشق از چشمانم جاری می شد. این که آهنگی که زمانی منبع شادیم بود حالا تبدیل شده بود به یک خاطره دردآور قلبم را می شکست. اگر صادقانه بگویم هنوز هم وقتی این آهنگ به گوشم می خورد، آن را عوض می کنم. دوست ندارم هیچ چیز از آن دوران را به یاد بیاورم. گاهی اوقات بهترین کار این است که اجازه دهید یک سری مسائل در گذشته بمانند و این مسئله برای من همین آهنگ بود. گوش کردن به آهنگهای قدیمی که شما را به یاد لحظه خاصی می بیشتر از اینکه درمان دردتان باشد برایتان مزر است. پس هیچ عیبی ندارد اگر دنبال هنرمندان جدید و سبک جدیدی از موسیقی باشید. حتی شاید رفتن به کنسرت یک خواننده جدید که معمولا به آهنگهایش گوش نمی کنید دید شما را عوض کند. گوش سپردن به آهنگهای جدید هیچ ایرادی ندارد. تفریحات جدید تری پیدا کنید. با وجود اینکه شاید همین الان هم چند نوع تفریح داشته باشید ولی این مسئله به این معنا نیست که نمی توانید یکی دو تفریح دیگر به لیستتان اضافه کنید وقتی من و آدم از هم جدا شدیم بخش بزرگی از وجودم میخواست دیگر آنقدر صبح و شب به او فکر نکنم و آن شبهای خواب زده تمام شوم به همین خاطر در یک باشگاه ثبت نام کردم این یکی از بهترین کارهایی بود که در حق خودم انجام دادم چون هم فکرم را از آدم منحرف میکرد و هم باعث میشد بیشتر به خودم فکر کنم آن موقع احساس میکردم باید یک کار جدید انجام بدهم شاید باشگاه برای همه مناسب نباشد ولی این بدان معنا نیست که فرم دیگری از فعالیت سرگرم کننده توجه شما را جلب نخواهد کرد. کلاس های زیادی مثل سفالگری، نقاشی، مجسم سازی و صدها مورد دیگر وجود دارند که از بینشان می توانید یکی را انتخاب کنید. نگاه دوباره به زندگی و آنچه از زندگی می خواهید بیاندازید. وقتی میخواهید زندگیتان را بازآفرینی کنید بهتر است به این مسئله بپردازید که چه چیزی در زندگی میخواهید و چه چیزی را نمیخواهید آموختن درسهایی که از زندگی گرفته اید کمک میکند تا لحظات شادتری را تجربه کنید بنابراین زمان لازم را به این امر اختصاص دهید تا بر روی چیزهایی که در آنها موفق نشده اید و همینطور چیزهایی که در آینده در آنها موفق می شوید تمرکز کنید. وقتی به بررسی دوباره زندگیتان می پردازید، از زاویه دیگری به آن نگاه می کنید. پس می توانید با تحمل رنج و سختی زندگی بهتری برای خودتان بسازید. تمام حرفم این است که نباید تمام مدت با چشمانی گریان و یک جبه بستنی گوشه اتاقتان بنشینید. خودتان را جمع و جور کرده و کاری کنید که روحیه و اعتماد به نفستان بالا برود. این کارگاهی به آسانی آرایش کردن، لباس پوشیدن و بیرون رفتن است. به جای اینکه کنج اتاق بنشینید و مدام به چیزهایی که نمی توانید تغییرشان دهید فکر کنید، کمی زندگی کنید. متوجه شدم که بعد از هر جدایی هرچه بیشتر لبخند میزنم شادتر میشوم و کمتر به او فکر میکنم این روش را هم با وجود اینکه ممکن است در ابتدا اجباری به نظر برسد انجام بدهید در نهایت روزی خواهد رسید که متوجه میشوید به خاطر دلایل واقعی واقعا شاد هستید و لبخند بر لب دارید